نه. به هر حال صحبت حقوق بشر شد در ایران که اشاره کردید، در سیاست‌های خارجی، در سیاست‌های اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران پیش خواهد اومد و مورد توجه قرار گرفته. کم و بیش گفتنی هست که زندانیان عقیدتی، فکری، سیاسی، هرچه در فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان در زندان‌ها یه ایران هستن، همونطور که در برخی کشورهای دیگه از جمله پیروان مذاهب و ادیان مختلف، غیر مسلمانان، مسلمانان اهل سنت در کردستان زندانیانی هستند، آقای صادق کبودوند و بسیاری دیگه، فرزاد کمانگر در تهران به تهران منتقل شده، در آذربایجان همینطور آقای عباس لسانی و مناطق دیگه ایران، و در این میان روحانی شیعه آقای کاظمینی بروجردی که خودشون داوطلبانه خلع لباس کردن، خودشون در زندان یزد هستند. خبرهای زیادی بود در روزهای اخیر که زیر فشارهای تازه‌ای قرار گرفته ایشون در زندان یزد. خبر تأسف انگیزی که در آستانه نوروز داشتیم در گذشته امیدرضا میرسیافی بود و واکنش گسترده بین المللی در برابر مرگ این جوان ایران. اما از اونجایی که روحانیون ایران نظرات مختلفی رو درباره نوروز و مراسم ایرانی مطرح کردن، پیام نوروزی آیت الله کاظمینی بروجردی نیز شنیدنی هست که چطور روحانی غیر دولتی مثل ایشون که خواستار جدایی دین از سیاست هست، یعنی از دولت هست، به مراسم ایرانی نگاه میکنه. برای آشنایی و تفسیر شما آقای خانساری و آقای آموزگار که بعد صحبت خواهیم کرد، آقای کاظمینی بروجردی، پیام نوروزی ایشون است. سلام بر نوروز، درود بر نوروزیان تاریخ. سال 87 با آتشفشان‌های از گرانی و کمبود، تبعیض و نابرابری و نداری به پایان رسید، ولی آثار مخرب و منفی و مسموم آن منازل ایرانیان بیپناه را رها نکرد. سالی پردرد و رنج و فلاکت و نقاهت که وطن مظلوم و محروم را دائما سیلی زد و زجر داد. چگونه با همه وجودمان به استقبال بهار برویم در حالی که خوش‌سالی بسان دیر وحشتناک حیات ایرانی تحت ستم را به نیستی تهدید کرده. کم‌آبی و قهر آسمان سبزه‌زارها را هدف گرفته و خزانی را خاطر نشان می کند. امروز میهن عزیزمان به سختی نیازمند نوازش الهی است. خدایا به یقین واکنش ظلم حکام طبیعت منتظر کرده ای و برکات را از این مرز و بوم گرفته ای. پروردگارا بر این ملت غریب و بیکس ترحم نما و الطافت را نصیب این آب و خاک مقدس فرما. آقای کاظمینی بروجردی از زندان پیامی که به مناسبت نوروز فرستاده در سایت های مختلف هست، به مخابره شده به جاهای مختلف و خبرگزاری ها. خانم گیتی پورفاضل وکیل آقای کاظمینی بروجردی روی خط ارتباط تلفنی ما هستند. سلام به شما و خجسته باد نوروزی به شما. درود بر شما آقای چالنگی و مهمانان عزیزتون و همه ایرانیانی که در داخل و خارج از کشور هستن. من نوروز رو بهشون شاد باش میگم و امیدوارم که روزی برسه، نوروزی برسه که ما زندانی عقیدتی سیاسی نداشته باشیم. خانم پورفاضل، خبرهای بسیاری بود، نهادهای مربوط به حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر، کانون و مدافعان حقوق بشر، همینطور در مورد وضعیت زندانیان خبرهایی دادن. از جمله برخی از نهادهای حقوق بشر وضعیت آیت الله کاظمینی بروجردی رو و خانواده ایشون رو ممانعت از ملاقات با ایشون. چرا؟ بر اساسش موازین قانونی این جلوگیری انجام شده؟ قبلا هم در مصاحبه‌های پیش خدمتون عرض کردم که
هر زندانی داره یک حقوقی است که باید رعایت بشه از طرف کسانی که او رو به زندان انداختن. متاسفانه در بسیاری از موارد ما میبینیم که حقوق زندانی رعایت نمیشه. از جمله این که به من گزارش کردن خانواده آقای بروجردی که دش بردن به یز و متاسفانه نتونستن که ایشون رو ملاقات بکنن و از چهارشنبه تا کنون هم تلفن ایشون قطع بوده، تلفنی هم حتی نتونستن با خانوادهشون تماسی داشته باشن. از طرفی قطع آب گرم باعث شده که خب ایشون به هر حال از نظر وضعیت بهداشتی کاملا در مضیقه باشن، با توجه به اینکه از نظر تندرستی هم ایشون وضعیت مطلوبی ندارن، با وجود اینکه بارها تقاضا کردن که آقای دکتر نجفی ایشون رو معاینه بکنن، اجازه ملاقات داده نشده به ایشون. از طرفی هم آقای دکتر نجفی که نمیتوانن تجهیزات پزشکی رو به زندان ببرن، ناگزیر هستن که به هر ترتیبی که هست آقای بروجردی رو پیش آقای دکتر ببرن برای معاینه، که تاکنون این عمل صورت نگرفته و ما متاسف هستیم از اینی که در زندان‌های ما خبر میرسه که زندانیای ما جانشون رو از دست میدن. باور کنید که من از درست روز عید که شنیدم امید رضا میرسیافی که خودم چندین بار این جوان رو از نزدیک دیده بودم، آمده بود پیش من، وقتی براش این اتفاق افتاد، من امسال واقعا نوروزی نداشتم و یک لحظه قیافه این جوان از چشم من کنار نمیره و من خودم رو در غم اون مادر داغ دیده و خانواده این جوان شریک میدونم. امیدوار هستم که دست اندرکاران و کسانی که به هر حال مسئول هستند در این راه توجه بیشتری بکنن. اینها هموطنان ما هستند، جوانان این مملکت هستند، چجور اینطور جانشون از دست میده؟ خب آیا مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اونطور که شما در جریان هستید نگران این هستند که اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چه سیاستی در پیش میگیره یا چطور فکر میکنه؟ براشون مهم هست؟ میتونه باشه؟ اگر برای مسئولان ما مهم بود به هر حال یک تغییری در روش و شیوه خودشون میدادن. متاسفانه ما چنین تغییری رو نمیبینیم، مثل اینکه ما اصلا دیالوگی نداریم، یعنی نه اونها حرف ما رو متوجه میشن نه ما حرف اونها رو میفهمیم. هرچی ما میگوییم که حداقل به قانونی که خودتون تصویب کردید احترام بگذارید، به اون چه که خودتون قبول دارید به عنوان قوانین این مملکتی و توصیه میکنید که مردم قانونمند باشن و توجه به این مسئله داشته باشن، خودشون متاسفانه اصلا توجه ندارن. و یکی از مشکلات ما همین هست که من نمیدونم چطور وقتی که توصیه میشه که مردم رعایت بکنن چطور خودشون رعایت نمی کنن و یک همچی فجایعی تو مملکت پیش میاد که نمیتونه آدم بی تفاوت بنشینه و واقعا دل هر ایرانی من فکر میکنم به درد میاد وقتی که میشنوه چنین جوانی از بین میره یا امثال او و کسانی که به هر حال در زندان حقوقشون رعایت نمیشه. از نظر انسانی با توجه به اینی که باید رعایت اصول بهداشتی غذایی و حقوق انسانی اونها بشه، نمیشه متاسفانه. من نمیدونم با چه صدایی و با چه زبانی ما باید بگوییم. سپاسگزار هستیم خانم گیتی پور فاضل، وکیل دادگستری. با سپاس از شما. خدا نگهدار. آقای